باشه. فرزین ندیمی خبرنگار امور هواپیمایی و پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن با ما هستند. آقای ندیمی، با توجه به اینکه مبنای این گزارش‌ها لسد ماهواره‌ای آمریکا عنوان شده، چقدر به این گزارش‌ها این موضوع سندیت میده؟ رصد ماهواره‌ای میتونه سندیت زیادی بده به این گزارش، از این نظر که وزارت دفاع آمریکا یک شبکه‌ای از ماهواره‌های هشدار دهنده مادون قرمز در مدار 36000 کیلومتری زمین داره که این ماهواره‌ها به طور ثابت با حرکت زمین هماهنگ هستن و میتونن همزمان کل سطح زمین رو پوشش بدن و هر گونه شلیک موشک رو با تلسکوپ های مادون قرمز بسیار حساسی که دارن تشخیص بدن و حتی نوع اون موشک هم میتونن بر اساس مقدار شعله تولید شده با تخمین بالا احتمال بدن و تشخیص بدن. در این مورد هم احتمالاً به همین روش این تشخیص انجام گرفته و حتی بعد از شلیک موشک ها و برخورد موشک ها و انفجار موشک با هواپیما هم طبیعتاً روی ماهواره کاملا کشف میشه و ثبت میشه و اینا نواراش موجود هست. اگر روزی یک بررسی بین المللی انجام بگیره برای این سانحه و از آمریکا خواسته بشه که نوارهای این اطلاعات رو در اختیار هیئت بررسی سانحه قرار بده، فکر میکنم خیلی نکات رو میتونه روشن بکنه. با توجه به اینکه حملات موشکی ایران به عراق از مناطق دیگری در داخل ایران صورت گرفته، مخصوصا از کرمان، چطور ممکنه که اینجا موشکی اصابت کرده باشه در نزدیک فرودگاه امام خمینی تهران به این هواپیما؟ ببینید، اینجا بحث موشک‌های زمین به زمینی که سپاه به سمت عراق شلیک کرده نیست. در محدوده تهران منطقه پدافند هوایی مرکزیه که به طور مشترک توسط نیروی پدافند هوایی ارتش و همینطور نحسا یا نیروی هوایی سپاه اداره میشه. انواع سیستم‌های پدافندی در این منطقه مستقر هستند. در ناحیه فرودگاه امام خمینی و مقبره آقای خمینی یک سیستم استیوی است، نیروی هوایی هست، نیروی پدافند هوایی هست و دو سیستم HQ2 و همینطور سوم خوردن سپاه هست. اینا سیستم‌های ثابت هستند که اینا سایت‌هاشون ثابت هست. افرادی که تردد می‌کنن به فرودگاه امام خمینی میتونن در کنار اتوبان این سایت ها رو ببینن، ولی سیستمی که احتمال داده میشه در این سانحه نقش داشته و اونطور که گفته میشه شلیک موشک انجام داده به اشتباه، در حقیقت سیستم موشکی تور ام 1 هست که ساخت روسیه هست، در اختیار نیروی هوایی سپاه، یک سیستم متحرک هست، روی یک خودرو شنیدار حرکت میکنه. رادار تورنوان حدود 22 کیلومتر برد داره و موشکایی که شلیک میکنه هم موشکای به نسبت کوچیکی هستن، از 1.5 کیلومتر تا حدود 12 کیلومتر برد این موشک هاست. این تورنوان میتونه به طور همزمان دو هدف رو باهاشون درگیر بشه و به سمت هر هدف به حدود 2 یا 3 موشک شلیک بکنه. عکس هایی هم که ما دیدیم، عکسایی که تایید نشده البته هنوز که مربوط به این نقطه و این زمان باشه، نشون میده که قسمت دماغه یک موشک تورنوان هستش و اینو به صورت قطعی میشه گفتش که موشکی که دماغه موشکی که من دیدم مربوط به سیستم تورنوان هستش. اینو یک سیستم پدافند هوایی هست. در سال 1384 ایران در یک قرارداد از روسیه 29 آتشبارش رو خریداری کرده به ارزش مجموعاً 700 میلیون دلار. مقامات آمریکایی گفتن ممکنه که اشتباهی صورت گرفته باشه. آیا ممکنه که افرادی به صورت خودسر اقدام به پرتاب موشک کرده باشن، اون هم در چنین منطقه مهمی؟ ببینید، آقای حاجی‌زاده در کنفرانس خبری اخیرشون گفتن که
سپاه احتمال میداده که پاسخی از آمریکا دریافت بکنه پس از حمله موشکی که انجام داده و در آماده باش 100% قرار داشتن. آماده باش 100% شامل تمام سیستم های پدافند هوایی ایران هم میشه. ایران یک سیستم پدافند هوایی یک پارچه داره، شبکه پدافند هوایی یک پارچه داره تحت نظر قرارگاه خاتم الانبیا که هم سپاه و هم ارتش رو تحت نظر داره، ولی در عین حال سپاه هم حق در حقیقت اختیار اداره خودمختار سیستم های پدافند هوایی خودش رو از جمله تورنوان رو برای خودش قائل هست و در این مورد هم احتمال اینکه فرمانده محلی و فرمانده آتشبار به اشتباه این هواپیما رو یک هواپیما یا یک موشک متخاصم شناسایی کرده و به اشتباه دستور شلیک داده وجود داره. اگر یادتون باشه زمانی که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو در تنگه هرمز سردون کردن، اون موقع سپاه گفتش که فرمانده محلی، یک فرمانده جوان محلی به تشخیص خودش دستور شلیک داده و به خاطر این کارم ایشون تشویق شده. آقای ندیمی، با توجه به اینکه احتمالاتی که خب میتونه به قطعیت نزدیک باشه الان مطرح هست، ولی در موارد این چنینی باید چطور این موضوعات اعلام بشه، مخصوصا اینکه میدونیم تعداد زیادی الان از این خبر ممکنه آسیب ببینن و خیلی ممکنه اونها رو ناراحت و یا نگران بکنه؟ بله، البته این جزئیاتی که من عرض کردم خدمتتون در پاسخ به سوال خاص شما بوده، ولی در این شرایط منظورم خبر گزارش رسانه های آمریکا و اینکه با این قطعیت چنین چیزی رو بیان میکنند هست. بله، رسانه های آمریکا با توجه به گزارش پنتاگون بوده، پنتاگون همیشه اطمینان زیادی داره به اطلاعاتی که از ماهواره‌های تشخیص شلیک موشکشون دارن و ولی در این مورد خاص ببخشید من سوال شما رو سوال اولتون رو معذرت میخوام، فکر میکنم که الان صدای منو میشنوید. بله بله، در مورد اصلی باید یه مقدار احتیاط به خرج داد، باید این شواهد چی نشون میده. ببینید در موردی که هواپیمای مالزیایی که سال 2014 اگر بینندگان یادشون باشه بر فراز اوکراین به اشتباه یک سیستم پدافند هوایی شورشیان اوکراینی طرفدار روسیه در شرق اوکراین این هواپیما رو سرنگون کردن، صدها نفر از سرنشینان این هواپیما جون خودشون رو از دست دادن به خاطر این اشتباه. در اون زمان دولت اوکراین چون یکی از ذینفعان بود، اون روسیه اوکراین متهم کرده بود که در سرنگونی این هواپیما نقش داشته، اون زمان دولت اوکراین از دولت هلند درخواست کرد که رهبری بررسی سانحه رو به عهده بگیره به خاطر اینکه خود دولت اوکراین در جنگ بود با شورشیان و یک به نوعی نمیتونست کاملا بی‌طرفانه شاید عمل بکنه. دولت هلند بررسی سانحه رو به عهده گرفت و در نهایت تشخیص داد که برخورد یک موشک بوک از سمت شورشیان به این هواپیما باعث سرنگونی اون شد. متشکرم از شما فرزین ندیم، خبرنگار امور هواپیمایی و پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه.